اگر از نسخه رایگان تریدین ویو استفاده می کنید حتما شده که به این مشکل بخورید که بخواین یک تایم فریم رو ببینید که جزو تایم فریم های اصلی نیست مثلا تایم فریم 8 ساعته مثلا تایم فریم 3 روزه رو اگر بخواین چارتتون رو روی این تایم فریم ها ببینید ممکنه با پیامی مواجه بشید که به شما امکان این کار رو نمیده اما امروز سامان یکی از بچه های آکادمی گنج یک اندیکیتوری طراحی کرده که میخوام بهتون نشون بدم دقیقه استفاده ازش رو که میتونید این مشکل رو, برا... این مشکل رو براتون حل بکنه بریم ورگردیم و به این اندیکیتور برسیم خب این سوال رو من قبلا مطرح کرده بودم و توی لایو استریم دو تا ویدیو قبلی اگر بریم میتونیم جواب کامل و حدود نیم ساعتش رو ببینیم این توی این ویدیو میخوام خیلی خلاصه تر و جمع و جورتر پاسخ این سوال رو بدم و نکاتی که مهم هست رو بهش بپردازیم بسیار خب پس سوال اینه میگه که اگر ما استاپلاسمون برابر باشه با 50 درصد و تک پروفیت برابر باشه با 100 درصد نسبت ریسک به ریواردمون چند خواهد بود سال به طور خلاصه اینه بسیار عالی. خب من از کجا شروع میکنم من از اینجا شروع میکنم که میام یک تعریف میکنم میگم آقا من قیمت فعلی قیمت الان رو تعریف میکنم چی اسمشو میذارم پی به جای پرایس خب و میگم که آقا فرض کنیم فعلا معامله لانگه همه اینا رو برای شورت هم میشه گفت ولی خب میخوایم فعلا برای سادگی فرض میکنیم صرفا معامله لانگه میگه اگر اینجا نقطه ورود من باشد این پایین استاپ من باشد و این بالا یه جایی تک پرافیت من باشد این عددها ها چه خواهند بود؟ خب اول از همه میدونیم که اینجا برابر است با پی میدونیم که 50 درصد بالاتره ببخشید 50 درصد پایین تره استاپ لاسمون این برابر با چی خواهد بود؟ برابر خواهد بود با پی منهای یک عددی این فاصله رو اسمش رو میذارم ایکس همچنین تک پروفیتمون رو اگر بخوایم بکشیم اگه بگیم این فاصله رو اسمش رو بذاریم وای این قیمت برابر خواهد بود با چی؟ پیه پیه به علاوه وای درسته؟ پیه من های ایکس پیه به علاوه وای. بسیار عالی. خب در حالت عادی خیلی ساده شدهش ما،, ما وقتی که میگیم میخوایم ریسک به ریوارد رو حساب کنیم این درست نیست ها ولی خب میخوام بگم اگه ما بخوایم ریسک به ریوارد رو حساب کنیم معمولا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه میگیم که خب چیکار کن بیا و در واقع این درصد ها رو اس ال 50 درصد رو تقسیم بر 100 درصد کن بگو آقا این 50 درصد این 100 درصد پس مساوی خواهد بود با چی خوا... مساوی خواهد بود با 1 به دو اما شاید خیلی دقیق نباشه من میخوام یه تعریف دیگه ارائه بدم و بگم که چرا این در واقع این عمل کرد دقیق نیست اگر مقدار استاپلاس و تک پرافیتمون مقدار x و y مقدار مطلق استاپ و تک پروفیتمون خیلی خیلی تر باشن از قیمت مثلا مثلا فرض کنید که داریم بیت کوین رو معامله می‌کنید به عنوان مثال قیمت 20000 دلاره تک پروفیتتون شما 100 دلار باهاتون فاصله داره و استاپ تون 50 دلار فاصله داره 50 دلار و 100 دلار جفتشون خیلی خیلی تر از 20000 دلار هستن پس اگر این شرایط برقرار باشد که ما در اغلب مواقع مخصوصا مخصوصا در تریدینگ فارکس وقتی کار میکنیم این فرض برقراره تغییرات نسبت به عدد مطلق خیلی خیلی کوچیک هستن اگر این در واقع برقرار باشه شما کاری که میتونیم بکنین اینه که چیه؟ اینه که بیاین این پنجاه و صد رو درصد لاس و درصد تک پرافیس رو بیاین و این شکلی به هم تقسیم کنین تا ریسک به ریوارد بهتون بده. اما بعضی موقع اینطور نیست. اما اگر درصد استاپ و تک پروفیتتون خیلی بزرگ باشه 50 درصد 100 درصد باشه به این راحتی نیست. بیایم یه لحظه یه کاری انجام بدیم. خیلی سری کاری ریاضی جمع جوری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام استاپ و تک پروفیت SL و TP که واحدشون درصد هست روی جوی رفت بدم به ایگرگ و X استاپلاس رو اگر بخوایم رفت بدیم به اونا این 50 درصدی که داریم میگیم در واقع چیه 50 درصد برابر است با x تقسیم بر چی تقسیم بر p درسته x تقسیم بر p اگر استاپلاسمون روی صفر باشه ببخشید در واقع xمون مساوی p باشه چه اتفاقی میفته استاپلاس میشه 100 درصد یعنی کف کف که همچین چیزی خیلی منطقی نیست و تیک پروفیت چی تعریف میشه تیک پروفیت داره تعریف میشه به عنوان و... وای مقدار که از اینجا میریم توی سود باز هم تقسیم بر پی خب مشکل رو دیدین کجاست ما اه... مشکل اینجاست فرض اصلا فراموش کنید که داریم ترید میکنیم ما میخوایم بگیم آقا فاصله دو تا نقطه A و B روی محور قیمت این محور قیمت روی محور قیمت فاصله این دوتا چقدره خب فاصله یه بار میتونیم از این ور به این ور حساب کنیم یه بار میتونیم از این ور به این ور حساب کنیم یه بار میتونیم بگیم فاصله اسمشو میذارم دلتا یه بار میتونیم بگیم فاصله برابر هستش با فاصله به درصد در واقع دلتا درصد دلتا یه بار میتونیم بگیم برابر هستش با بی من ای منهای بی این بالا منهای این پایین تقسیم بر بی یه بار میتونیم بیایم بگیم که درصد دلتا برابر است با ای منهای بی تقسیم بر A تقسیم بر بالایش خب ولی یکی از اینا درسته من نمیدونم کدومش جفتش رو میتونیم درست در نظر بگیریم اما هر کاری بکنیم من صرفا یادآوری یا باید این پایینیه رو بذاریم توی مخرج خب یا باید چیکار کنیم یا باید بالایه رو بذاریم توی مخرج نمیشه یه بار پایینیه رو بذاریم یه بار بالایه رو بذاریم اما برگردیم به SL و TP که اینجا تعریف کردیم اینجا چه اتفاقی افتاده اینجا وقتی ما استاپلاس رو تعریف می‌کنیم استاپلاس رو داریم چیکار می‌کنیم داریم میگیم آقا x اختلافه تقسیم بر بالایی خب پس یعنی داریم مثل چی عمل می‌کنیم مثل این خط آبی سبز رنگ عمل می‌کنیم اما وقتی که در واقع از این هم پاک کنم کنم اما وقتی که داریم تیک پروفیت رو حساب می‌کنیم چی وقتی که داریم تیک, تیک پروفیت رو حساب می‌کنیم میگیم ایگرگ تقسیم بر پی یعنی داریم مثل این پایینی عمل میکنیم خب پس یکی رو با یه جور داریم حساب میکنیم یکی رو یه جور دیگه این باعث این میشه که این اختلاف به وجود بیاد مطمئنم وقتی سوال رو پرسیدم با 50 درصد 100 درصد خودتون به نتیجه رسیدین که آقا ریسک بریوارش یک به دو نیست احتمالا این چیزی شبیه یک به یک باشه اما میخوایم ریاضی به این یک به یک برسیم امیدوارم خسته نشده باشین دو دقیقه دیگه به نتیجه خواهیم رسید خب پس من میام یک پیشنهادی میکنم این پروپوزال من این پیشنهاد منه ممکنه شما پیشنهاد بهتری داشته باشین از من استقبال میکنم توی کامنت برام بنویسین پیشنهاد من اینه میگم آقا وقتی که شما میخواین دو تا نقطه A و B رو وقتی میخواین فاصله دو تا نقطه A و B رو دلتاشون رو به درصد حساب بکنین بیا چیکار کن بیا اختلاف A و B رو حساب کن میشه چی میشه A منهای B خب اختلاف این بالا و پایین رو اندازه حرکتمون رو حساب کن تقسیمش کن بر مینیمومه مینیموم آ و بی چی دارم میگم به, زباب؟ به فارسی چی دارم میگم فارسی ساده دارم میگم آقا اختلاف رو تقسیم بر کف بکن در هر دو تا نقطه که میبینی اختلاف رو تقسیم بر کف بکن خب پس اگر من یه دونه کپی برم بیارم از این نمودار اینجامون اگر این رو برداریم کپی کنیم بیایم اینجا پیستش کنیم خب اگر پس این رو یادآوری بکنیم الان استاپلاسمون با این تعریف با این تعریف استاپلاس ما چه خواهد شد استاپلاس ما خواهد شد اختلاف اختلاف چیه اختلاف از x تقسیم بر کف کف چیه p منهای x خب اختلاف میشه x, تقسیم بر p منهای x تیک پروفیت با این تعریف چی میشود با این تعریف میشود وای به روی پی یعنی تیک پروفیتمون درسته خب من این رو اسمشون رو میذارم تیک پروفیت پرایم و استاپلاس پرایم چون فرق دارم با اون استاپلاس تیک پروفیت اولمون خب اگر بیایم از این فرمولا استفاده کنیم خیلی سریع اگر این اس ال 50 درصد باشد بیایم یه سری عدد به عدد نمیخواد بذاریم x به p رو اگر بخوایم حساب کنیم میخوام x رو بر حسب p به دست بیارم نتیجه میداد x مساوی p دوم اینو خودتون میتونید بشینین ثابت بکنین. خیلی چیز عجب غریبی نیست اگر تک پروفیت مساوی 100 درصد باشد 100 درصد مساوی y به p اون موقع چه نتیجه میتونیم بگیریم میتونیم بگیم y مساوی p پس چی یاد گرفتیم x مساوی p دوم y مساوی p این صرفا برای چیه صرفا برای این مسئله است رنگش رو هم صورتی به کن... نفشه کم رنگی فکنم رنگشون رمی رنگی میکنم پس اینا یادم باشه xp دوم اینا رو بیارم پایین برای اینکه یادمون باشه از کجا اومدن اینا رو این رنگی میکنیم گیم که x مساوی p دوم و y مساوی p یا y مساوی p حالا از اینا بیایم نتیجه بگیریم اینم هم بیایم همه رو با هم قاطی بکنیم میشه یه نتیجه گیری بزرگ استاپلاس پرایممون استاپلاسی که واقع استا واقعی ما چقدره استاپلاس واقعی ما برابر است با x که خودش هست چی خودش هست پی دوم تقسیم بر پی منهای پی دوم که میشه چند میشه یک تیک پرافیت پرایممون که هست ایگرگ ایگرگ مساوی پی پایینم تقسیم, تقسیم بر پی مساوی پی تقسیم بر پی مساوی یک در نتیجه از اینها اگر بخوایم استفاده کنیم ریسک به ریواردمون مساوی یکه خب این جواب نهایی رو من با رنگ رنگ خوشگل با این رنگ سبز مشخص میکنم پس ریسک به ریوارد نهایی ما چند بود؟ یک در حالی که اگر همین اول بیایم صرفا این دوتار تقسیم به هم بکنیم ریسک به ریواردمون میشه یک به دو که درست نیست اینو خواستم خیلی سریع در حد ده دقیقه این موضوع رو باهاتون حل بکنم امیدوارم که براتون جالب بوده باشه پس تا موقعی که حالا چی یاد میگیریم از این مسئله یه جنبندی خیلی کلی تا موقعی که فاصله ها ایکس و ایگرگمون از قیمتمون خیلی ترن اصلا نیاز نیست نگران این داستانا باشه شما همون درصد رو میتونید تقسیم بکنید اگر مثلا میگم مثلا دارین فارکس ترید میکنین آقا این هستش 0.1 دهم درصد این هستش دو دهم درصد نیازی ندارین کل این بلبشوها رو در واقع تحمل بکنین سراغ همه اینها برید اما و اینم بگم و کلی ابزار هست خود تریدینگ ویو ابزاری داره که بهتون کمک میکنه ریسک ریوارد حساب کنید کلی ابزار دیگه تو اینترنت هست همشون فرضشون بر اینه که چی همشون فرضشون بر این است که ایکس و ایگرگ شما از قیمت خیلی کوچکتر هستن فاصله استاپ شما و فاصله تک شما از قیمت خیلی کوچکتر از خود مقدار مطلق قیمته و ولی موقعی که مخصوصا موقعی که سراغ کریپتو میری مخصوصا موقعی که سراغ آلت کوین ها میری اینطور نیست یا اون میبینید که استاپ لاسی دارین میذارین که 70 درصد باهاتون فاصله داره مثال میگم اون نباید اجازه این کارو بکنید اما اگه خواستین این کارو بکنید بیاین ببینید که تیک پروفیت واقعی که ریسک بری بورد یک به دو بهتون میده کجا میشه و بیاین خیلی ساده از این فرمول اختلاف تقسیم بر کف هم برای تیک پروفیت هم برای استاپ لاس اختلاف تقسیم بر کف رو به دست بیارین و از روش ریسک بری رو حساب بکنید برای شورت همه اینا برعکس میشه یه نکته خیلی ریزی داره که دوست دارم بهش فکر بکنید و برام بنویسید که این نکته ریز چه خواهد بود امیدوارم که براتون جالب بوده باشه مفص بسیار بسیار مهمی است و امیدوارم که استفاده بکنید لایک کردن فراموش نشه کامنت گذاشتن فراموش نشه تحلیل ها رو هم میتونید که در گروه گنج لینکش در بایو هست ببینید ممنون از شما مراقب خودتون باشین خود